حالا که با هم گلنگ رو نصب کردیم، وی اس کدمون رو کانفیگ کردیم و دیدیم چه شرکت‌هایی ازش استفاده می‌کنن و چه فیچرهایی بهمون میده، بیایم ببینیم توی این دوره ما می‌خوایم به چی برسیم. توی این دوره ما موارد پایه گلنگ رو با هم یاد می‌گیریم و می‌بینیم چه فیچرهایی داره، چه سینتکسایی داره و چه کارهایی می‌تونیم باهاش انجام بدیم. میریم ببینیم چجوری ما می‌تونیم ولیو هامون رو درست کنیم، چجوری می‌تونیم وریبل درست کنیم و تایپ هر کدوم از اینا رو چجوری میتونیم بهش اساین کنیم. همونجور که گفتیم گولنگ استاتیکی تایپه و مثلا برای یه وریبل ما باید بگیم که این استرینگ یا اینت یا هر کدوم از اینها. بریم ببینیم که ماژول ها چی هستن و پکیج ها چه کاری باشون میتونیم انجام بدیم، فانکشن ها چجوری تو گولنگ کار میکنن، چجوری میتونیم بهش ورودی بدیم، خروجی بگیریم و چجوری میتونیم تو این فانکشن ها ارورامون رو هندل کنیم، پوینترها چه کاربردی دارن و کجا استفاده میشن، چه دیتاهایی رو میتونیم تو آرایه ها بنویسیم، تو مپس بریزیم، چه دیتاهایی رو تو استراکت بریزیم، کنترل استراکچر رو داریم و میتونیم با هم ببینیم که چه جوری میتونیم کنترل کنیم که کدمون رو چه جوری اکزیکیوت بشه، کجا اکزیکیوت بشه، کدوما کار کنه، کدوما کار نکنه و کلی چیزهای مختلف رو با هم یاد بگیریم. پیشنهاد من اینه که حتما توی سرفصل دوره همیشه نگاه بکنید. ممکنه یه سری تغییر داشته باشین، ممکنه یه سری بهشون اضافه بشه و اینکه همیشه اونجا آپدیت هستش. شما میتونید اونجا رو ببینید که اگر دوره ما اضافه گذاشتیم حتما اونجا شما بتونید ازش استفاده کنید.